یعنی در قلبت. ماهی تندوری یک ماهی تنور کمتر که از اسمش پیداست در تنور درست میشه. دسته مفصل این که این ماهی تنوری رو استاد مهدی چطوری درست میکنه در این فیلم شاهد خواهید بود. و اگر براتون جالبه که داستان تولد این تنور رو هم ببینید، در انتهای همین فیلم داستانش رو براتون خواهم گذاشت. در واقع این اپیزود دوم از سریال مزرعه امارت هست با حضور مدیر کل پروژه یعنی ننه. سلام علیکم و رحمت الله حاج خانم. خوب هستین؟ زنده باشی خانم. نه مثل این خانم با جا ایجیری جلو چیزت هم گرفتی خنده دار شدی ننه. نه فیلم من اشکال نداره ها. نه خوب احسنت. بسیار خوب بریم برای دیدن ماهی تندوری در مزرعه امارت و هنرنمایی استاد مهدی. شما هم اکنون در بازار ماهی فروشان بوشه، معروف به بازار ماهی فروشا هستید و در حال انتخاب ماهی برای ماهی تندوری یا ماهی تنوری. ماهی که انتخاب میکنیم ماهی جش هست که یک ماهی خوشخوراکه و طعم خیلی خوبی داره. ماهی رو میخریم، پاک میکنیم و میریم به مزرعه امارت برای درست کردن ماهی تندوری. بسیار خوب، با آماده سازی مواد توی شکم ماهی شروع میکنیم که ما در اینجا بهش میگیم توکامی، که برای درست کردن توکامی معمولا از سبزی ماهی و سایر مخلفات استفاده میشه. خب در اینجا سیر رو خرد کرده یا میکوبیم، گشنیز رو خرد میکنیم، پیاز رو خرد کرده و در تاب تفت میدیم تا سبک بشه، نمک و فلفل و ادویه و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم گشنیز رو اضافه کرده تفتش میدیم، سیر رو هم اضافه میکنیم و تفت میدیم، میریم مرحله بعد. برای درست کردن ماهی تندوری از ادویه مخصوص تندوری استفاده میکنیم. ترکیبی هست از پودر تخم گشنیز، فلفل قرمز، پودر سیر، پودر پیاز، پودر برگ بو، پودر انبه ترش، پودر لیمو، پودر زنجبیل، پودر خردل. البته ادویه تندوری بسته به برندش تغییر داره با مواد اولیه یا اندازه‌های مختلف. ادویه تندوری رو با آرد مخلوط میکنیم و بعد داخل شکم ماهی و همینطور دور تا دور ماهی رو با این مخلوط طعم‌دار میکنیم. توکمی یا همون مواد داخل شکم ماهی رو درونش قرار میدیم و ماهی رو می‌بندیم. و چون ما ماهی رو از کمر برش زدیم نه از شکم، به راحتی برش میگردونیم و هیچ نیازی به دوخته شدن ماهی نداریم. خب پس ماهی رو از درون و بیرون طعم‌دار کردیم و حالا ماهی ما آماده طبخ است. ما قراره که ماهی رو درون تنور قرار بدیم، اما من قبلا سالها پیش آموزش دادم که چطور ماهی رو درون مایتابه سرخ بکنیم و بعد دم بدیم و یا اینکه درون فر قرار بدیم و بپزیمش. پس تمام اینها رو بلدید. اگر هم بلد نیستید که کافیه به سایتم مراجعه بکنید و به راحتی میتونید درستش کنید. خوشا به دو مادو عروس مجلس، خوشا به دو مادو عروس مجلس. میگین بخوام ملک شده. هلا بلیت دیما نوترینت لگوستوزا بگر نظر خود را در مورد ماهی بفرمایید. نه نظر خودتون را در مورد ماهی بگید. نظر شما در مورد مویه چیه؟ چیه؟ مویه، موی گاتو، موی گاتو که داره میپذیمش. این موی سنگسر خود بای جش سنگسره چیم والا؟ نه یا جش یا سنگسره. من در مورد ماهی جش میدونم. ده به امان بزرگ، ده به دو مدل حلوا. نشی جانتون. مرسی. دست طلا. دست شما درد نکنم. مادر مامان میگه نه رنگی نکه. مادر میگه رشته پلو درست کرده برامون. رشته پلو ننه. رشته پلو سیمون ساخته. مامان بزرگ درست کرده. ها به نظر پخته میاد. ها پخته.
مهندس باشیم. نه نه امتحانش کنم اینیم پخته. آه نه 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 راست میگه مو سردی میکنم همیشه. پخته نه نه. این مایکو میخوام بینیم به نظرت پخته درش بیاریم. پخته. هنو نپخته. خوشگلی ها خوشگلی در قلبت بگل بک سنگ هایی هست که ما قراره که این نشیمنگاه رو باش درست بکنیم. اینها هم همین سنگ های گسار هستن پر از فسیل و گوشماهیه و توی ساختمان های بسیار قدیمی روشه از این ها استفاده می شده. ما از همین ها هم که اینجا وجود داره می خواهم استفاده بکنیم. شما روز بگردم آمو سین چاکم سین شما روز بگردم آمو سین چاکم سین
نظر خود را در مورد این باغچه بفرمایید. گفتم خیلی خوب آقایه. عالی. همه چیزش عالیه، فقط لطفا زمانش رو بیشتر کنید. نمک. نمک. نهانبان محسن عساکره با صدای فرزاد زادسر.